بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت حق سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که توانستیم با تقدیم برنامه دیگری از برنامه های اقرا در خدمت شما بینندگان عزیز قرار داشته باشیم. بینندگان عزیز، چنان که شما در جریان قرار دارید، ما در روز دوشنبه پیرامون کلیدهای توبه صحبت کردیم و این بحث ناتمام بود و از این رو به شما وعده داده بودیم که در روز شنبه انشاءالله این بحث را ادامه خواهیم داد. امروز بخش دوم کلیدهای توبه است و در رابطه به این مسئله صحبتهای خواهیم داشت. خب، حالا میم پیرامون این که کلیدهای توبه چیست و یا به تعبیر دیگر چه موانعی وجود دارند که اگر ما این موانع را از سر راه خود برداریم، ما می توانیم که دروازه توبه را به روی خود بگشاییم. یکی از این موانع امیدی زیاد است، یا به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طول العمل است. امیدی زیاد به این معنا که یک تعداد گمان میبرند که در این جهان برای همیش میمانند و هیچگاه مرگ به سراغشان نمی آید. حالا شما به روز واپسین باور داشته باشید یا نداشته باشید، اما این یک حقیقت مسلم است که هیچ کسی در این جهان باقی نمی ماند. طبیعتا این مسئله بایست انسانی که موجودی متفکر و اندیشمند است به فکر وابداره. انسان با این همه عظمت و شکوه و با این همه امید، آیا تنها برای همین چند روز آمده که او هم همه در رنج و درد و سختی ها سپری میشه؟ یا نه، در فراسوی خلقت انسان اهداف بلندی دیگری وجود دارد؟ این برای همه انسان هاست که باید در این مورد و در این مسئله فکر کنند و گاهی متاع زود گذر و متاع قلیل زندگی چشم ما را چنان خیره می کنه که حقیقتها را نمی بینیم. از این رو ما گرفتار تلیسم های زندگی می شویم و این تلیسم ها تا ما را به کام خود فرو می بره، تا او زمان نمی دانیم که ما در تلیسم اژدهای قرار داریم. طول عمل یا امیدی فراوان به همین معنا یا امیدی زیاد خود یکی از دلایلی است که انسان توبه نکند. وقتی انسان فکر کرد که در این جهان و در این زندگی مهمان است و یک رهگذر است و قطعا که فردایی وجود داره، از این رو ما میدانیم در رابطه به این که آینده ما چه خواهد بود و فردا ما در پیشگاه کی خواهد استاد شدیم به عنوان یک مؤمن و انسان باورمند. این مباحث و این مسائل انسان وادار میکنه که به توبه روی بیاره. از این رو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند: کن فی الدنیا که انک غریب او عابر سبیل و عد نفسک من اهل القبور. یعنی در دنیا به گونه ای باش که یک آدمی بیگانه هستی، یا هم رهگذری هستی، یا هم و خود از جمله اهل گورستان بشمار. ببین، این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه. شما تصور کنیم که شما به عنوان یک انسان
به اصطلاح غریب، غریب نه به معنای فقیر که ما در فارسی میگیم، غریب یعنی انسان بیگانه و ناآشنا و نابلد. و واقعا این بسیار تعبیر خجسته و مبارک و بلندی است. انسان واقعا نسبت به زندگی وقت فکر کنه بیندیشه قطعا که ناآشناست. باید در این مورد صحبت خواهیم کرد، ما یک تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، خوش آمدین. یک سوال داشتیم که میشه کمی یک چیز پرسان میکردم. خانی ما یک دخترک شده بود، نام امرو میگفتم صحابه چی معنا میده؟ چی معنا؟ صحابه چی معنا داره؟ بله. خوب است، دیگه سوال نداریم؟ یکی صالحه. صالحه، درست؟ بله. با برنامه باشین صحبت میکنیم. صحابه جمع صاحب و به معنای یار در فارسی میاد. وقتی که ما میگیم صحابه رسول الله یعنی یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اما ما به کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگیشان دیدن و به او ایمان آوردن به او میگیم که صحابی و جمعش میشه صحابه. اما کسی که پیامبر دیده باشه اما با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورده باشه او صحابی گفته نمیشه یا از جمع صحابه نیست. مانند حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین که اینها همه از جمع صحابیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اینها پیامبر دیدن با پیامبر ایمان آوردن و چه رنجها و دردهایی را که به خاطر اسلام و به خاطر پیامبر و به خاطر دین و آیین او نکشیدن. یعنی صحابه کسی که شرفی صحبت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشه و با او ایمان آورده باشه. و صالحه یعنی مؤنث صالح هست، شایسته. یعنی با مرد میگیم مرد صالح و با زن میگیم که زن صالحه. گاهی وقت اگر شنیدین که گفتن اعمال صالحه، چون کلمه اعمال جمع است، جمع تکثیر است و از جمع تکثیر صفتش مؤنث می بده، از دستوری از این رو میگن اعمال صالحه. اما صالح یعنی شایسته و صالح هم برای زن گفته میشه یا برای مؤنث. صالحه یعنی زنی شایسته. تماس دیگری داریم. بله بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز. یک سوال داشت من. بفرمایید خواهر عزیز. خط خودم نمیفهمم، قرآن شریف قلمی میخونم، آیا این گناه نداره با قرآن شریف قلمی ختم کنم؟ خط خودم نمیفهمم، قرآن شریف یاد ندارم. خوب است، خوب است. قرآن شریف قلمی میخونم. خوب است، خوب است. با برنامه باشین خواهر عزیز صحبت میکنم. خواهر عزیز، این از سهولت ها و نعمت های عصر امروز است. میشه که شما از این استفاده بکنین و نه تنها که گناهی نداره بلکه این ثواب و مزد هم داره. یعنی همان گونه که خواندن قرآن کریم ثواب داره، شنیدن قرآن کریم هم ثواب داره و مزد خدا داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با آن که قرآن به ایشان نازل شده بود هم خود قرآن می خواندن و هم به یاران پاک تینتش و به صحابه کرام میگفتند که قرآن بخوانن و وقت اونها قرآن میخواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با قرآن گوش میدادن و گاهی هم بیتاب میشدن، شور و هلهله سراپای وجودشان میگرفت و اشک از چشمانشان سرازیر میشد.
لذا شنیدن قرآن کریم هم مزد و پاداش خود داره و خواندنش هم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کسی اگر یک حرفی از قرآن کریم تلاوت کنه او ده مزد داره. من نمیگم که الف لام میم حرفون، من نمیگم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام دیگه حرف است و میم دیگه حرف است. یعنی معنای سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که کسی حتی همین سه حرف از قرآن کریم تلاوت کنه، الف لام میم، ای خودش دارای سی مزد است. یعنی اینها برای فهماندن واسه که چقدر تلاوت قرآن کریم مزد و ثواب داره. به همین شکل شنیدن قرآن کریم مزد و ثوابی را خدا داره. اگر همو بخش کوچکی هم که از قرآن کریم یاد دارین اونها را پیوسته تلاوت کنین و همی که شما از روی قرآن کریم ختم کرده می روین، همی هم قلمی، ای هم یک روزی وادار میکنه شما را که سوره های و آیات زیادی را از قرآن کریم یاد بکنین. خب بحث من بینندگان عزیز پیرامون کلیدهای توبه است، اما یک تماس دیگری داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز بفرمایید. یک مشکل داشتم از می خاطر شوهرم از ایوه بودم آرشی کردم. حال شوهرم دیگه خانم هم داره، چهار تا اولاد هم داره، زوره اونجا می باشه. من روز اول ما قبول کنم که سرپرست ندارم، تو بای سرپرست دارم، نه مرال و نه مصرف چیز مام نمیده. شوهرم هیچ کلیم چی ندارد، در خوی صحیح نه یک دو سال شد کلیم روی خوب نمیکنه. اول که از خانم چند سال از عروسی تان میشه؟ ما بیوه بودم عروسی کردم، بچه هکم خورد بود، فلکایم خورد خورد عروسی کردم، ولی شوهرم مناسباتش کرد، من خوب نیست. از عروسی تان بای شوهر دومتان چقدر وقت میشه؟ دو نیم سال شد. خب در گذشته ها چطور بود؟ خوب بود؟ اول خوب بود، این مقاین چار پنج ماه شد که مناسباتش کرد، من یک در خوب نیست. از روز خانمش از من هیچ خبر نداشت، بچه نداشت، خیلی من میگیرم خیلی برو خدا من بچه از یام بتزا. من هیچ که خانمش مشکلی نداشتم. من مصرف که بر خانمت کردی ما بخشیدیمت، اما بر من که بر دگر جایی که من بفهم خودش دکتر آمد، اما خواننده هم از ازای خدا هم خبر داره. خوب شد که ملا نبوده خوار عزیز. جنگ هم میکنن بسیار روی خراب و چی هم داره کدمه. چشم خوار کنم. چشم خوار عزیز، با برنامه باشین صحبت میکنیم. برندگان عزیز یک وقفه داریم، دوباره برمیگیم. بینندگان عزیز و عجمن دوباره به برنامه خوش آمدید. خواهر پیش از وقفه پرسان کردن که اینها که شوهر کردن با کسی که قبلا عروسی کرده بودن و همسری اولی هم داشتن، خب حالا رفتارشان با اینها تغییر کردن. خواهر عزیز شما فکر نکنین که رفتار شوهر به دلیل این که شما همسری شما خانم دیگری داره با او خاطر تغییر کرده، این حتمی نیست. بسیار کسا هستن که یک زن دارن و روابطشان تیره میشه با همو یک زن هم. و پیش از اینکه ما مثلا متاسفانه نسبت به یک دیگر در زندگی گمان بد داشته باشیم، مثلا پیش از اینکه بگوی والا اینمی که همی شوهرم ختمه رویش تغییر کرده شاید دلیلش همو انباقم باشه یا همو خانم اولیش باشه، بهتر است که فکر کنی که چه عامل باعث شده که این آدم از شما دوری گزیده و بی‌مهری میکنه نسبت به شما. همو دلایلش جستجو بکنین با مهر و محبت، انشاءالله که مشکلتان حل بشه و طبیعتا خواهر عزیز شما و دیگر خواهرایی که مشکل دارین در زندگی زناشویی حتما فراز و نشیب ها می باشه. زندگی زناشویی سریال های هندی نیست.
زندگی زناشویی واقعیت هایی هست که تلخ و شیرین داره و انسان باید با صبر و حوصله و استقامت از این بنبست بگذره. از این رو باعث تحمل بکنین، گذشت داشته باشین. و اما به لحاظ شرعی نفقه شما و اینکه با شما در کنارتان باشه و در میان شما عدالت بکنه، در همه مسائل، در همه مسائل، هم در مسائل نان و آب و هم بستری و همه جزئیات به لحاظ شرعی مکلف است و کسی که این حق به جان نمیاره و این عدالت رعایت نمیکنه پیش خدا مسئول است و شما حقتان هست که اول به لحاظ شرعی از پیشش مطالبه بکنین. این حق مسلم شماست و این هیچ کسی از پیش شما گرفته نمیتونه. بله، تماس دیگری داریم. بله بفرمایید. بله، سلامت باشین، بفرمایید. میگم برنامه کلید توبه. برنامه چی؟ کلید های توبه. کلید های توبه. بله، میگم سه دفعه از عمر عزیزات به تمام شدم برادر، میتونم یک سوال بکنم؟ بفرمایید خواهر عزیز. میگم برادر، من یک سوال داشتم. با می مای روزه که بود عامله بودم، از ساعت سر روز خیلی تشنه شده بودم، بی اندازه به حالتی بس که نفس کشیدن دارم و خیلی مشکل بود. روز خوشکستاندم او خودم گفتم اون مشکل چی میشه؟ آیا صدقه میشه؟ قصد روزه میشه؟ در چی بسیار وضعیتان خوب است؟ وضعیتان در وقتی که روزه داشتین بسیار یعنی وضعیتان بگونه ای بود که اگر مثلا نمی نوشیدن آب ممکن بالای خودتان فشار می آمد، حالت ضعفیت می آمد، دهی یک وضعیت قرار داشتین مثلا؟ بله حامل هم بودو. خوب است خواهر عزیز، با برنامه باشین صحبت میکنیم. تشکر. سلامت باشین خواهر عزیز. مشکل ما ای است که ما دینمونه نمیفهمیم و بعد از این رفتارهای عجیب و غریب ما و از این کردارهای شگفت‌آور ما مردم حیران میمانند که چی رقم یک دینه. خواهر عزیز، وقتی زن باردار میباشه شریعت خدا برش اجازه داده که روزیش بخوره، یعنی هیچ کسی این حق را که خدا برای انسان داده نمیتونه از پیش بگیره. انسان وقتی مریض بود دیگر نوعیت مرض قرآن مشخص نکرده و وقتی در سفر بود مطلق سفر و مطلق مریضی جواز خوردن در ماه مبارک رمضان میتوه. و در رابطه به زنان باردار و حامله همه فقهای های امت اسلامی اتفاق دارن که جواز داره که بخوره. و شما چرا از این نعمت و از این رخصت که شریعت براتون داده استفاده کردین؟ استفاده نمی کنین. و بعد وقت شما باردار می باشین یک انسان دیگری در بطن شما وجود داره، شما تنها حق تصرف در خود دارین، حق زیان رساندن به کسی دیگری را ندارین. وقت شما روزه می گیرین در این به اصطلاح وقتی که شما باردارین، شما به کسی دیگری، به انسان دیگری آسیب می رسانین و یه حق شما ندارین. از این روز کس زنانی که باردارن در ماه مبارک رمضان اجازه دارن که بخورن و بعد در غیر رمضان در هر وقتی که دلشان خواسته باشه، در روزهای کوتاه، در روزهای دراز، در هر وقتی که خواسته باشین میتونن که غذای شب جا بیارین. هیچ مشکلی نیست خواهر عزیز. باقی یه حتی که شما باردارین، اما در حتی انسانایی که باردار چی که غیر باردار بدون چیز در یک حالت استثنایی قرار میگیرن و فکر میکنن که یک ضعفیت بالایشان میاد، جانشان در خطر میشه و بسیار حالت طاقت فرسا بالایشان میاد و ناگزیر میشن روزه را میخورن، اینها در جمع او کسایی که باید کفاره بپردازن در جمع از اونها نمیآید. و شما که انشاءالله هیچ گپی نیست، باز هم حتی اگر دوچار گناهی هم شده باشیم در دروازه توبه حضرت حق سبحانه و تعالی بر روی ما باز است و حضرت حق سبحانه و تعالی ما را میپذیره. و چنان که در حدیث مبارک میآید، اگر ما به خدا یک گز نزدیک شویم خدا به ما دو گز نزدیک میشه.
اگر ما گام زنان به سوی خدا حرکت کنیم، خدا به سوی ما میدود. این حدیث قدسی هست که حضرت حق سبحانه و تعالی خود میفرماید، بران امیدتان به دربار حق سبحانه و تعالی کلان باشه و با قلب پر از محبت و عشق با خدا خدا را بپرستید. تماس دیگری داریم. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله اسم من جواب است مشهور قندهار. بفرمایید برادر عزیز. بله میشنویم. بفرمایید. اسم من جواب مشهور قندهار. خوش آمدین. بفرمایید. من یک مشکل دارم که اوز کردن میتونم یک سوره بود فکری بخونم که با نماز میخونم. بله متاسفانه تماس اینا قطع شد و من نفهمیدم که سوال از اینا چی بود. خب موضوع برنامه بینندگان عزیز توبه هست و کلیدهای توبه هست و گفتیم یکی از چیزهایی که مانع این می شود که انسان به کلیدی توبه دست پیدا نکنه او همو امیدی زیاد یا امیدی فراوان است. و گفتیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی بسیار زیبا و قشنگی گفتند که کن فی دنیا که انک غریبون، در دنیا بگونه زندگی برای خود انتخاب بکن که گویا تو بیگانه ای. این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به معنای ترک دنیا نیست، چون قطعا قرآن کریم و حدیث صحیح دیگری و سنت فعلی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تاریخ پرشکوه و با عظمت صحابه کرام و تاریخ طولانی تمدن اسلامی همه شاهدن که مسلمان ها کسانی نبودن که به دنیا و به ساخت دنیا توجهی نداشته باشند، بلکه تمدن شکوهمندی را ساختن که تا کنون بشریت امروز وامدارش است، هرچند که کینه توزان این حقیقت را نخواهند بپذیرند، اما این واقعیت با این کار اونها تغییر نمی کنه. آفتاب آفتاب است، کسی صد بار بگه اگر آفتاب نیست باز هم حقیقت تغییر نمی کنه. این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به برداشت ما یک معناش است که انسان ها در دنیا واقعا بیگانه اند، یعنی هم به لحاظ معنوی انسان ها در دنیا خود نمی شناسند و هم جایگاه مناسبی که شایسته انسان باشه اینجا نیست. همون شعر حافظ به نظر من برداشتی از همین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگه نه چنین قفس سزای چومن خوشلحان است، یعنی قفس منظورش این جهان، یعنی گاهی یگان قفس بسیار رنگین میباشه، بسیار زیبا می باشه، اما باز هم قفس قفس است، تنگنای خود داره، محدودیت های خود داره. نه چنین قفس سزای چومنی خوشلحان است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. تماس دیگری داریم. بله بله بفرمایید. بله بله خواهر عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، خوش آمدین. تشکر. میبخشید یک سوال داشتم. بفرمایید در خدمت هستیم خواهر عزیز. یک سوال داشتم که از عمره و از فرضی فضیلتش یکی خوب که از میخواستیم که از عمره بریم. خوب است. خوب است. در کسی را که مثلا طفلایش خورد باشه از فرضی رفتن نتانه، به خاطر که 5 روز میمانن اگر حج عمره برن چطور، اما فضیلتش یکیست یا فرق میکنه؟ خوب خوب است. اما طفلاک باز اگر طفلاک خورد خورد باشه مانده بریم تا که طفلاک بزرگ شده خودان عمر باقی میمانه نمیمانه، امیرم میخواستم که به طور فشرده بگیم. چشم خواهر عزیز. چشم. تشکر. خدا حافظ. سلامت باشین خواهر عزیز. مادر عزیز، حج
وقتی کسی میره میشه که پیش از اینکه حج فرضی را انجام بده عمره را انجام بده. این که عمره برای انسان وقتی میره حج میکنه طبیعتا اونجا ادا میکنه، اما حج فرضی طبیعتا فرض است و جایگاهی مقامی بلندتر از عمره هست. یعنی وقتی کسی برای عمره بکنه با عمره حجش ادا نمیشه. امیدوارم که همان گونه که خودتان گفتین فشرده گفته باشم، یعنی عمره طبعا در قرآن کریم هم آمده، در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم آمده، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ان يطوف بهما. یعنی آیات مبارکه عمره بالاخره وقتی انسان حج میره، حج فرضی میره، اونجا طبیعتا عمره را انجام میده. اما آیا اگر کسی عمره را انجام داد فرض از گردنش ساقط میشه؟ نه، حج فرضی بر گردنش باقی است و باید او را انجام بده. اما حج بالای انسان زمانی فرض میشه که استطاعتش داشته باشه، یعنی توانمندی رفتن به اونجا را داشته باشه. وقت شما همراه خود محرم داشته باشین و مصارف رو را داشته باشین و همون نیازمندی ها را اگر داشته باشین، با در اون صورت شما حج بالایتن فرض است. اما میتونین که اگر مشکلات دارین، مثلا اگر تفلایتن خود طبیعتا اگر تفلایتن بسیار خورده طبیعتا بگذارین که کمی کلان شو، باز بعد از او برین. اگرچه بردن اونا هم مشکلی نیست، اما براتان در جریان حج مشکل می آفرین، بعد از اون میشه کمی به تاخیر بیندازینش. اما تعداد از فقها ها زیاد سخت میگیرن، میگن که چون وعید بسیار شدید است در این باب، باید امو لحظه ای که بالا انسان حج فرض میشه دیگر به تاخیری نه اندازه کارش هم میشه که پیش کسی از دوستا بگذاریم. به هر حال یک چاره ای کار خودتان میکنین، یعنی در صورتی که استطاعت و توانمندی حج داشته باشین، حج برایتان فرض می باشه و او با ادای عمره از گردن شما ساقط نمیشه. خب یک تماس داریم. بله بفرمایین. بله سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام خواهر، خوش آمدین. خوش باشین، یک سوال داشتم. بفرمایین خواهر عزیز، در خدمتیم. یعنی یک سیاسر در خانه اش که کلان داشته باشه، بچه کلان یا چطور، یعنی بازار بره یا دوکان یا سودا بیاره بر خانه، شوهر خانه نباشه، یعنی چی داره؟ خوب است مادر عزیز. یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایین. پدرم مرا به یک آدمی داده بود چشماش عاجز است. چشماش عاجز است؟ بله. خب نمیبینه یعنی؟ ملا هم است. بله؟ قاری است. قاری قرآن است، یعنی حافظ قرآن است؟ بله، یعنی قرآن روی حافظه ایست کده. خوب است. بینایی ندارن؟ دیگه همی هر رقم گپاره میزنه و یکی هر چیز میگه، دیگه که دیگه چیز میگه، من میگه میگه رقم نگو قتل ما جنگ و دواره میگیره که چی میکنم. چند سال میشه از عروسیتان؟ من میدانم کار من همین یک معلومات بتیم برای ما. خواهر عزیز چند سال از عروسیتان میشه؟ برابر 8 سال میشه. 8 سال. طفلم دارین؟ بله. طفلم دارین گفتم؟ بله. چهار دانه طفل دارم. شوهرتان هیج نمیبینه یا نه میبینه خو کم؟ هیج نمیبینه، دمای نگار شده. خوبه. شما در او وقتی که پدرتان داد راضی نبودین؟ بله. در او وقتی که پدرتان شما را به این آدم داد شما راضی نبودین؟ پدر من یک آدم عوام بود، جاهل بود، لگفی کس نکرد، هر بیاد کوکوها این قوم ها بسیار گفتش گوش نگره، گفت ما همی کار را میکنم، دختر ما هست میکنم. خوب است. تا این سال را بسیار اوقات ما تلخ شده که نمیدونم عاقبت چی میشه. خوب است خواهر عزیز، با برنامه باشین صحبت میکنیم. برندگان عزیز یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. برندگان عزیز و ارجمند، دوباره به برنامه خوش آمدید. خواهری پیشتر تماس گرفتن، دو سوال داشتن.
یک سوال چی بود که آیا انسان وقت کسی نداشته باشه میتواند که بدون، یعنی اگر مردی نباشه که برش سودا بیاره و نیازمندی هایش بیاره، آیا میتونه که بیرون بره نیازمندی های خود بخره؟ بله خواهر عزیز، میتونین با حفظ رعایت حجاب اسلامی شما میتونین که بیرون بروین. او رقم هم که زیاد فکر میکنین که اسلام شما را در خانه میخکوب کده و میگه هیچ اجازه بیرون شدن ندارین جز دو بار، یک بارم برای عروسی، یک بارم برای قبرستان، یک برداشت بسیار جاهلانه از دین است. زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همه قیوداتی که داشتن و اونها احکام ویژه خود داشتن، چون زنان پیامبر بودن، مادران مؤمنان بودن و با این همه اونها در صحنه ها حضور می داشتن، با مردها صحبت می کردن، درس و تعلیم می دادن و غیر از او زنان صحابه و دیگر زنان مسلمان در صدر اول اسلام و در عهد خلفای راشدین و بعد از او در طول تاریخ تمدن اسلامی در جنگ ها شرکت می کردن. در همه جهاد مقدس مردم افغانستان زنان با عظمت و شجاع مردم افغانستان نقش کمتر از مردان ایفا نکردن، حضور بسیار پررنگ داشتن و طبیعتا وقتی که بیرون بشوین فقط حجاب اسلامی را رعایت بکنین، به اصلاح چهره آرایش مکنید و از دیگران به قول همو شیر سلب آسایش مکنید و دیگر اذنی شوهرتان طبعا باید باشد در میان بگذارین، چون پشتی گپای مفتی حقوقی بشری نشوین. حقوقی بشری که متاسفانه اصلا خودش به این گپ باور نداره و بشری که ما میبینیم امروز چیزی که در لیست بشر نیامده اصلا انسان است و به ویژه انسان مسلمان. سوال دیگرتانی بود که شما را به مرد نابینایی دادن، حالا بینا و نابینایش فرق نمیکنه، مهم است که رضایت شما شرط بود که باید پدران این نکته را رعایت بکنن. این حق مسلم است که پیامبر اکرم من صلی الله علیه و سلم به زنان داده. از برای خدا او پدر بزرگوار، او برادر عزیز، از برای خدا تو که میگی من امت رسول الله هستم و اینمی رسول الله بسیار به حادث صریحی که هیچ یکی از علمای امت در مورد او اختلاف نداره، این حق برای زنان داده. آخه تو با کدام جرأتی حق از پیش اینها میگیری و فردا تو در پیشگاه خدا چی جواب میگی؟ یعنی حق را که خدا و پیامبرش برای زنان داده تو را میای میگیری؟ باز خوش هم هستی که من مسلمان هستم، شاید تصویت از تصویت مکده کلانتر باشم، هیچ چی گفت. این حق مسلم زنان است که همسرشان خودشان انتخاب بکنن. شما پدر میتونه که راهنمایی بکنه، رضایت پدر یا ولی شرط است و اونها باید رضایت داشته باشن. مزنا هم نمیتونن که چون ما خودمان حق داریم هر چرسی و بنگی که پیش آمد انتخاب بکن، اما نباید به اصطلاح رضایت زنان نادیده گرفته شود. این کار خلافی ابتدایی ترین مسئله دینداری هست، انسانی گجای خودش، و بعد با این کارهای زشت و قبیحتان چهره اسلام شما زشت نشان بدین. از برای خدا یک کمی با هوش بیاین. همه قدر توطئه‌ای که دشمنان اسلام برای اسلام میچینن کافی نیست که باز یک چند بوکس محکم دیگه، یک چند گرز محکم دیگه با شما به فرق ارزش‌های اسلامی میکوبین. زنی پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت پدرم مرا برای بچه کاکایم داده که جایگاه خدا بلند ببره، قدر خدا بلند ببره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرد خواست و گفت که نکاح از اینها را فسخ کن. و بعد این خانم گفت که نه، من با آنچه که پدرم کرده راضی هستم، اما من خواستم به پدران دنیا بفهمانم که در این امر هیچ حقی ندارم. به هر حال خواهر عزیز، حالا که شما زندگی کردینی 8-9 سال گذشت، اگر حوصله بکنین، صبر بکنین، گذشت داشته باشین، این بهتر است. چرا که همو فرزندانی که از شما با جامانده اونها آسیب میبینن، و با او آدم هم بگین که از خدا بترسین. تو حافظ قرآن هستی، حافظ قرآن معناش نیست که تنها چند آیت حفظ داشته باشه ولی با او معنا نکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور از این برادر مان که حفظ قرآن کریم فضیلت بسیار بزرگی است، اما پیامبر میفرماید که رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم
چه بسا قاریانی وجود دارن که قرآن میخوانن ولی قرآن در واقع اونها را لعنت میکنه. امیدوارم که این برادر ما و دیگه برادران ما خدای نخواسته از جمع اینها نباشن که ان شاء الله نیستن. بله بله خواهر عزیز بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز. برادر عزیز، ما قرآن شریف خانه ما پیش کنم استاد، ما میخوانم خودم پیش خود میخوانم، میکنم بنا نداره. پیش خود چطور یاد گرفتی خواهر؟ چی میخوانم؟ بازیدی ها میکنم، روانی ها میکنم. خوبه، اما یک استاد داشته باشی بهتره. خوب است. اولاد قدیم کم کوشش میکنه، گناه نداره. آفرین آفرین به مادری مصر خودت. با برنامه باشین صحبت میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهر عزیز با شما مژده داره. گناه چی عزیز که ما گناه گفتیم گناه گفتیم گناه گفتیم، ولی مردم هم قرآن هم که میخونه فکر میکنه این گناه هست. همی قرآن کریمه که شما میخوانین خواهر عزیز، این خوب بسیار ثواب داره. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما یک مژده داره. او است که همی وقتی انسان قرآن میخوانه و او را با مشقت و با مشکل میخوانه، او دو مزد داره، او دو پاداش داره و انشاءالله شما از اینها میباشین و تلاش کنین قرآن کریم درست بخوانین و داشتن استاد بسیار خوب است و امروز میتونه که فرق نمیکنه که اولادای شما استادتان باشه، چه فرق میکنه؟ او بسیار زیباست و بسیار شیرین است و بسیار قشنگ است که این همت بلند شما دارین که دیگر نمیگین که والا ما اولاد دار شدیم دیگه چی کنم. یعنی این سخن در تمدن اسلامی به جای رسیده که حتی تعداد فکر میکنن که حدیث است که زگهواره تا گور دانش بجوی، اگرچه لفظش حدیث نیست، یعنی اطلب العلم من المهد الى اللحد، این حدیث نیست لفظاً، اما معناش صحیح است و این یکی از سوغات های تمدن اسلامی است که نشان بده. خواهر عزیز شما قرآن کریم بخونین و اگر میتونین یک استاد زن پیدا بکنین براتون درس بده، یا همی بچه های خودتان یاد میده، یا اگر در صورتی نبود در صورتی آموزش فقهای اسلامی تجویز کردن که شما از یک مردم قرآن کریم فرا بگیرین، مشکلی نیست. بله تماس دیگری داریم. بله سلام علیکم. السلام خواهر عزیز. مولای صاحب، اگر یک اول زن خود از جنگ طلاق به تعامله باشه این طلاق میشه؟ خوب است. یک سه طلاق بوده، یک طلاق بوده، چطور بوده؟ او دقار شاید زیاد هم گفته انتون بکنم. چطور گفته؟ مثلا گفته سه طلاق، یعنی تو گفته که طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی؟ بله بله اینانه تو گفته، ولی عامله عامله دار بود میگه سال سوری نمیتون. خوب است. بسیار عذاب وجدان میکشه که من بکنه مالی ساری برش بگو. عذاب وجدان به دردت نمیخوره، از عقل استفاده میکنی. خوب است خواهر عزیز، با برنامه باشین صحبت میکن. این طلاق دو قسم است بسیار کوتاه، یکی طلاق سنی است یکی طلاق بدعی. طلاق سنی اونمو است که در وقتی که زن عادت ماهوار نمی داشته باشه، پاک می باشه یا به طهر بلا مساس می باشه که یعنی به او نزدیک نشده، دونمو صورت همسرش طلاق می ته و او هم یک طلاق می ته و اگر خلاف از این هر کاری را کرد در گونه طلاق داد، او را طلاق بدعی برش میگن. که این طلاق بدعی آیا واقع میشه یا نمیشه؟ به هر حال در این اختلاف است. دیدگاه جمهور این است که واقع میشه، اگرچه گناهکار میشه، کار خلاف سنت انجام داده، اما طلاقش واقع میشه. این آدم من وقتی که طلاق داده طلاقش واقع میشه و طلاق چیزی نیست که با پشیمانی او دردش دوا شه و از این رو این بازیچه نیست، یعنی طلاق بازیچه نیست. متاسفانه تعدادی از خانما هم خدای یار جانشان دیگه که می یک کیلو کچالو کم شد یا خانی مردکه رو میگیره که طلاقم بوده و طلاق حتی اگر کسی به شوخی بری خانمش بگه که طلاق هستی طلاق میشه. او یک درجه از طلاق غضب وجود داره که در یک حالتی میرسه که کلمات را که آدم میگه بعد دوباره وقتی برش گفته شوه او را نفهمه، او را اغلاق میگن. تعداد از علما میگن که دو درجه اگر برسه غضب طلاق نمیشه، اما باید داشته باشن که و این عظم الطلاق فان الله سمیع علیم، اگر
تصمیم طلاق داشته باشه و واقعا بفهمه چیزی را که گفته و او را خدا میشنوه و خدای نخواسته درست است که درد داره، رنج داره، اما ای که باز خدای نخواسته زندگی شما کاملا در حرام سپاری شوه، کلش باز اینا سپاری شوه، به هر حال این کار نادرست و زیشه هست. به هر حال خواهر عزیز، اگر چنین چیزی واقع شده که شما میگین که عذاب وجدان میکشه، شما پیش یکی از علمایی که در مسجدتان هست، در منطقه و محلتان هست، یا با قضا مراجعه کنین اگر مشکل دارین، مشکل ندارین. اگر دارین پیش از امو یک عالمی که به اصلاح سعی صدر داشته باشه و علم هم داشته باشه. متاسفانه امروز انسان‌های بی علم زیادی مثل ما میاین جای علما را گرفتن متاسفانه و به نام علما صحبت میکنن. پیش یکی از علمای بزرگوار جلیل قدر مان بروین و اونجا امو جزئیات زندگی امو قضیه را با تفصیل براش توضیح بتین بشه که خداوند براتان راه حل را پیدا بکنه. برادرای عزیز و خواهرای گرامی، موضوع برنامه من کلیدهای توبه بود و در کلیدهای توبه ما صحبت داشتیم پیرامونی اینکه یکی از دلایل و انگیزه هایی که ما را از رسیدن به توبه باز می‌داره و مانع میشه که ما این کلید را به دستمان بگیریم و این درها را باز بکنیم، امیدی زیاد است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتیم در حدیث فرمودن که در دنیا چنان باش که گوی بیگانه ای و یا هم راه گذری و خیشتن را از اهل قبور بشمار، از اهل گورستان. از همین رو وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به قبرستان گذر می کردن، پس از این که سلام می کردن و می گفتن این جمله را که شما پیش آمدین و ما به دنبال شما می آییم، با واقعا این جمله چقدر قشنگ است و چقدر اگر این تفکر و این اندیشه و این باور به انسان حاکم باشه که فردای ما هم در همین مسیر میریم و پاسخ گوییم، قطعا که در چنین وضعیت انسان باز از خود میپرسه، خود پیش از این که مورد محاسبه قرار بگیره مورد محاسبه قرار میده، همان گونه که برش گفته شده که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود محاسبه کنین پیش از اینکه مورد محاسبه قرار بگیرین. از این رو ما گفتم متوجه باشین که ایگه پی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معنای کنارگیری از دنیا نیست. چرا؟ مثلا قرآن کریم میگه و من الناس من یقول، مردم کسایی هستن که میگه خدایا در دنیا تنها برای ما بوده و در آخرت اینا هیچ بهره ای ندارن. اما گروهی را که قرآن میپسنده و تمجید میکنه ای است که شعار اینها، دعای اینها این است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قینا عذاب النار، خدایا در دنیا هم به ما نیکی عطا بفرما و در آخرت هم نیکی عطا بفرما و ما را از عذاب جهنم، از آتش دوزخ نجات بده و برهان. و طبیعتاً آیات دیگری هم زیاد است در این مورد. مثلا قرآن بسیار بصراحت می فرماید که ولا تنس نصیبک من الدنیا، حصه خود، سهمیه خود، بهره خود از دنیا فراموش مکن. اما با این همه ما گفتیم چنان که حافظ میگه ما در این جهان بیگانه ایم، نچینین قفس سزای چمنی خوشلحان است، روم به گلشن رزوان که مرغ آنچه منم. و طول عمل اینها باعث میشه که خدای نخواسته انسان امو به توبه روی نیاره و امیدی زیاد باعث میشه که انسان توبه نکنه. لذا وقتی ما اگر امید کوتاه کردیم و آخرت به یاد خدا بردیم و نعمتهایی که در انتظار ماست اونها را به یاد آوردیم و عذاب دردناکی که در انتظار انسان‌های نافرمان بردار است اونها را به یاد آوردیم، قطعا در این صورت
ما می توانیم که یکی از کلیدهای توبه را به دست آوریم. بینندگان بسیار بسیار عزیز و گرامی، کلید پنجمی توبه علم است. بدون شک علم نور است، علم پرتو است که مسیر راه زندگی انسانها را روشن می کنه و علم نور است که انسان در مسیر خدا و در مسیر درست حرکت جهت می تن. مسیر خدا یعنی مسیر درست، مسیر شیطان یعنی مسیر نادرست. این حقیقت است مسلم، چه کسی را خوشش بیاید چه نیاید، این یک واقعیت مسلم است که مسیر خدا مسیر درست است و این خداست که خوب و بد تعیین میکنه. این ما نیستیم که میگیم چه خوب است چه بد است. حالا اگر قرار باشه که تعیین کردن خوب و بد به دوش انسان ها گذاشته شود، چه تفاوت هایی که در جهان به وجود نخواهد آمد. و همینطوری هم هست، امروز انسان هایی که در دنیا خواستن خوب و بد به خود انسان ها واگذار کنن، دیدیم که چه زیشت هایی را که نیک نشمردن و او را جزو قوانین خود شمردن. مگر نمیدانیم که امروز آمدن مثلا همجنسگرایی را به عنوان یک امر قانونی تثبیت کردن در شماری از کشورها؟ آه راستی، شاید شماری به حد ذوقشان بلند باشه که ایرم یک امر پسندیده بودانن. پناه به خدا از چنین ذوق و سلیقه هایی که انسان به درجه از انحطاط میرسانه که تصور کردنی نیست. حتی حیوانات شاید ننگشان میاد، عارشان بیاید از چنین مقام و جایگاهی. شما حیوانات کمی را خواد پیدا کردین که هم جنسگرها باشن ولی بپسندن این عمل زشت و ناپسنده. اما متاسفانه انسان نماهای امروز در دنیا وقتی آمدن گفتن این ما خود میتانیم تعیین بکنیم که چه خوبه و چه بده است و خود در جایگاه خدا قرار دادن، از این رو آمدن فاجعه کلانی را برای خودشان و برای بشریت و برای نسلهای فردای خلق کردن. بنان علم و معرفت نوری هست که انسان در مسیر خدا و در مسیر درست حرکت میده. این کلیدها بینندگان عزیز باقی ماندن، اما برنامه ما به پایان رسید. انشاءالله فردا و حتی اگر پوره نشد پس فردا هم این کلیدهای توبه را دنبال میکنیم انشاءالله که با ما در برنامه اقرا باشید. تا تقدیم برنامه دیگر که باز در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.